نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 22 ماه سنبله سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. دیدارهای جداگانه رئیس جمهور کرزی با هر دو نامزد ریاست جمهوری. در این دیدار جناب رئیس جمهور کرزی به تاکید از هر دو نامزد انتخاباتی خواسته است که به یک توافق برسند در چوکات قانون اساسی و جنجال های انتخابات باید پایان پیدا کند. ما امیدوار هستیم که انشالله در مجموع این مسائل نتیجه بیته و این تشویش و نگرانی که مردم داره رفع شود. عملات گسترده تابستانی و بی دستاورد طالبان. این شدت جنگ حتی به زمان خارجی ها نبود و امروز همون کاری که خارجی ها با همون امکاناتشان میکردن و با همون تجهیزاتشان و با همکاری اردوی ملی و پلیس ملی امروز همین اردوی ملی به تنهایی این کار انجام داد. متهم شدن شورای کوئته به سازماندهی حمله اخیر بر ولایت غزنی و تاکید باراک اوباما بر ادامه حملات هوایی در برابر گروه دولت اسلامی در عراق. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی امروز بار دیگر با هر دو نامزد به گونه جداگانه دیدار کرد و تاکید می‌ورزد که آنان باید به توافق برسند. رئیس جمهور کرزی در دیدار با شمار از عالمان دین می‌گوید که اراده همکاری و رسیدن به توافق میان دو نامزد به خوبی دیده می‌شود و تا یکی دو روز آینده آنان به توافق خواهند رسید. رئیس جمهور کرزی گفته است که این دو نامزد تقریبا به توافق هم رسیدند. اعضای هر دو دسته انتخاباتی نیز خوشبین هستند که به زودی به توافق خواهند رسید. حازم آرش گزارش می‌دهد. بار دیگر رئیس جمهور کرزی با هر دو نامزد ریاست جمهوری دیدار کرده است. دسته انتخاباتی تحول و تداوم میگوید که این دیدار نامزدان با رئیس جمهور به گونه جداگانه بوده است. در این دیدار جناب رئیس جمهور کرزی به تاکید از هر دو نامزد انتخاباتی خواسته است که به یک توافق برسند در چوکات قانون اساسی و جنجال های انتخابات باید پایان پیدا کند. دسته های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری از تلاش های سازمان ملل متحد برای آغاز دوباره گفتگوهای رو در رو خوشبین هستند و میگویند که به زودی هر دو نامزد برای رسیدن به توافق سیاسی گفتگوی مستقیم خواهند داشت. پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم بد نبوده و ما امیدوار هستیم که انشالله در مجموع این مسائل نتیجه بیته و این تشویش و نگرانی که مردم داره رفع شود و انتظارها به پایان برسه انشالله. دوستان بین المللی افغانستان تلاش دارد تا هر دو نامزد انتخاباتی به صورت مستقیم وارد مذاکره و گفتگو شود و جناب رئیس جمهور کرزی هم تلاش رو روی دست گرفته است. انتظار آن می رود که ملاقات های رو در رو انجام بگیرد و گفتگوها آغاز شود. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله درباره تقسیم شدن قدرت در حکومت به گونه مساویانه چنین میگوید: در حکومت وحدت ملی خب اگر تیم های متعددی وجود داشته باشه همه مشارکت خواهد داشتن، وقتی که دو تا تیم وجود داره به صورت طبیعی باید که به صورت مساوی در همه عرصه ها حضور داشته باشه. قانون اساسی افغانستان باید خط قرمز باشد، انتخابات به عنوان یک مجرای اساسی و اصلی رعایت شود برای انتقال مسالمت آمیز قدرت. ما از توافقات در چوکات قانون اساسی استقبال میکنیم. گفتگوهای سیاسی از 6 روز بدین سو با بنبست روبرو شده است و زمان اعلام نتایج انتخابات پیش از رسیدن به توافقهای سیاسی و چگونگی صلاحیت های رئیس، به ویژه اینکه رئیس اجرایی باید رئیس شورای وزیران هم باشد، از مهمترین اختلاف نظرها میان دو طرف هستند. در این حال معاون دوم اشرف غنی احمدزی میگوید هیچ کس حق ندارد که مردم افغانستان را به گروگان بگیرد. سرور دانش که در همایش یاد بود از هفته شهید سخن میگفت، تاکید میورزد که ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان یک نیاز است و در این کار نیاز به تفاهم های سیاسی وجود ندارد. در این حال احمد ضیا مسعود میگوید که روند تکامل سیاسی و اجتماعی کشور را نباید قربانی منافع فردی ساخت. در این باره شریف امیری گزارش دارد. هدف این همایش یاد بود از هفته شهید است. در کنار یاد آوری از کارنامه های شهیدان، موضوعات سیاسی و انتخاباتی نیز اینجا بخش سخنرانی ها را می سازد. حکومت وحدت ملی چیزی نیست که این تیم های انتخاباتی برای مردم برمهان بیاره. حکومت وحدت ملی یک ضرورت در افغانستان است.
حکومت وحدت ملی حکم قانون اساسی افغانستان است. درباره ضرورت حکومت وحدت ملی ما نیازی به حتی مذاکره و تفاهم و بحث‌های سیاسی نداریم. خواست تمام مردم افغانستان است. آقای مجددی هم پس از 3 روز یک بار دیگر در همایش یاد بود از هفته شهید لب بر سخن گشود. ای کسانی که مخالفین یا هرزگوهایی هستند که اونا حقیقت نمی فهمند و به هرزگویی می خواهند میدان ببرند، خدا اینها را جزا خواهد داد. انتقاد از منفعت‌های فردی در روند انتخابات بخش از سخنان احمد ضیا مسعود را می سازد. به هیچ گروه و به هیچ شخص اجازه ندهیم که روند تکامل اجتماعی و اقتصادی ما را به عقب برگردانه، او هم به خاطر منافع مقطعی شد. در برابر این همه گفته ها واکنش دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله هم این گونه است. از کلماتی استفاده بکنیم و از تعبیرهای استفاده بکنیم که مشکلات حل بکنه و نزدیکی ها را به وجود بیاره، تا اینکه از کلمات استفاده بکنیم که تخریش‌آور باشه و بعد عکس العمل داشته باشه. ماهاست که شام‌های افغانان به امید فردایی که جنجال‌های انتخاباتی به پایان برسد می‌گذارند. جنجال‌هایی که کم از کم روند عادی زندگی مردم را برهم زده است و افغانستان را از رهگذر اقتصادی و سیاسی با چالش‌هایی روبرو کرده است. طالبان با راه اندازی عملیات‌های گسترده و بی پیشینه سخت می‌کوشند تا جغرافیای مشخص برای خودشان بسازند. سخنگوی وزارت دفاع ملی با تاکید بر این مطلب می‌گوید که هرچند طالبان حملات بی پیشینه‌ای را امسال سازماندهی کردند، اما تمامی این عملیات‌ها بی‌نتیجه و شکست خورده بودند و تا کنون نتوانستند که حتی یک بخش کوچک را در اداره‌شان بیاورند. راتب نوری گزارش می‌دهد. به روز شنبه نیروهای امنیتی کم از کم در 4 ولایت با جنگجویان طالب درگیر بودند. گروهی از طالبان بامداد روز شنبه بر بخش‌هایی از ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا و ولسوالی مانوگای ولایت کنر حمله کردند. اما پس از چند ساعت درگیری این حمله‌ها از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شدند. جنگجویان طالب بر چند پاسگاه پلیس در رسوالی کهمرد ولایت بامیان نیز حمله کردند، اما این حمله نیز دستاوردی برای طالبان نداشت. با این حال افزایش تهاجم طالبان بر نیروهای امنیتی با فرا رسیدن سال 2014 میلادی در 13 سال گذشته بی پیشی نگفته شده است. نظر به اوضاع سیاسی، نظر به امکانات کنار از بیرون میارند، کوشش میکنند که در این فصل جنگ عملات خود بیشتر بسازند. و دلیلش هم بسیار واضح است. میخواین یک جغرافیای مشخصی به داخل افغانستان داشته باشند. و از این جغرافیا اگر در جنگ باشند، بتونن به عنوان یک مرکز سازماندهی و تعلیم و تربیت استفاده کنند. و اگر در صلح یا در گفتگوی سیاسی باشند، بتونن از این به عنوان یک پوینت بازدارنده گفتگوها استفاده کنند. انگیزه های اصلی افزایش حمله های طالبان و افزایش توانمندی های این گروه را این مقام وزارت دفاع ملی چنین برمی شمارد. حضور گسترده نظامیان پاکستانی در میدان های جنگ، برنامه های استخباراتی کشورهای منطقه برای ناامن ساختن بخش های مشخص کشور، بیرون شدن 150 هزار نیروی خارجی از میدان های جنگ که توانایی ها و تجهیزات بهتری داشتند، نبود پشتیبانی هوایی نیروهای خارجی برای نیروهای امنیتی افغان در میدانهای جنگ، امضا نشدن پیمان امنیتی با ناتو و ایالات متحده آمریکا و به درازا کشیده شدن انتخابات که اوضاع سیاسی کشور را برهم زده است. این شدت جنگ حتی به زمان خارجی ها نبود و امروز همون کاری که خارجی ها با همون امکاناتشان میکردن و با همون تجهیزاتشان و با همکاری اردوی ملی و پلیس ملی، امروز همه اردوی ملی به تنهایی هم کار انجام میده. در افزایش ناامنی ها بیشتر از همه، انگشت به سوی درازترین و پرتنشترین انتخابات کشور گرفته می شود. از صمیمانه خواهش میکنیم که به این مشکل پایان بدن، به یک توافق برسن. گسترش ناامنی ها در بخش های گوناگون کشور نمایندگان مردم را در مجلس نیز نگران ساخته است. ما امیدوار هستیم این نتیجه سیاسی هم زودتر به توافق برسن تا در آینده مشکلات بعدی که روبروی نیروهای امنیتی ماست حل شود. هرچند حمله های امسال طالبان بی پیشینه گفته شدند،
نهادهای امنیتی این حمله ها را شکست خورده می دانند. زیرا طالبان با راه اندازی حمله های گسترده گروهی تا کنون نتوانستند حتی اداره یک بخش راهبردی را در کشور به دست گیرند. بل آنان همواره پس از پذیرفتن تلفات سنگین عقب نشینی کردند. مقام های ولایت غزنی حمله مهاجمان انتحاری را بر پایتخت فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی حمله بر 52 کشور اسلامی می دانند. ولی غزنی می گوید که پاکستان با سازماندهی این حمله تلاش ورزید تا بخش معنوی این ولایت یعنی پایتخت فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی را آسیب برساند. در این حال ریاست امنیت ملی می گوید که از این حمله اعضای شورای کویته راه‌اندازی شد و در میان 13 حمله کننده انتحاری 6 تن آنان پاکستانیان بودند. کریم امینی جزئیات را گزارش می‌دهد. امپراتوری دیروز پایتخت فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی امروز، اما چهره‌اش خسته و درد کشیده است. دردش هم از این خاک توده ها نیست، غمگین از این است که هویتش را نشانه گرفتند. وحشت در اینجا هنوز حاکم است. اینجا همه چیز ویران شده. این ساختمان کتابخانه ولایت غزنی بوده که در اینجا بیش از 12,000 کتاب‌های دینی و اسلامی نگهداری میشه که بخش بزرگش در زیر آوار رفته و میگن که شاید هم نابود شده و از بین رفته باشه. این هم موزیم ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی است که در اینجا آثار باستانی نگهداری میشده که دیده میشه از ساختمان تقریبا چیزی باقی نمانده و آثار زیاد هم یا نابود شده یا از بین رفته. پشت سر این ساختمان هم ریاست رادیو تلویزیون این ولایت است که او هم به گونه کامل ویران شده و وسایلش همه از بین رفته. این حمله درست در همین جاده و در همین جا صورت گرفته. این جاده از میان چندین نهاد حکومتی که اونجا ریاست امنیت ملی ولایت از شورای ولایتی است، اون طرف این طرف هم ریاست آبرسانی و اینجا هم ریاست اطلاعات و فرهنگ در همین جا انجام شده و حمله به حدی نیرومند و قوی بوده که دیده میشه که زمین در حدود بیش از 12 متر در خود فرو برده و از یک موتر بزرگ باربری که پر از مواد انفجاری بوده تنها چیزی که باقی مانده همین پرزه است. این حمله را ما حمله بالای جهان اسلام میدانیم، چون این پایتختش بود و امسال پایتختش بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی در 40 تا 50 متر دفتر والی این ولایت قرار دارد. آثار باستانی که در آرشیف و موزیمی که در ساختمان دفتر والی موقعیت دارند نیز آسیب دیدند. یعنی میره ما پاک کردیم، صاف کردیم، تا امروز آینایش پاک کردیم، دیگه که میمانا ما میگه باش که فضیلتی شود که ولایت غزنی نامش نیک شود. آخر دست دقیقه زدن این منافقات در بالش کرد، خرابش کرد. و اما طراحان اصلی این حمله چی کسانی هستند؟ توسط شورای کویته شده بود. شورای کویته تمام تمرینات از افراد انتحاری و مهاجمان را به مدت 45 روز در نواحی شهر کویته راه اندازی کرده بودند. بیش از 200 تن در این رویداد زخم برداشتند که بیشترشان غیر نظامیان هستند و 12 تن به شمول غیر نظامیان کشته شدند. ویرانی های این حمله را تا چند صد متری محل می توان دید. 40 مارکت بازرگانی و در حدود 1,000 دکان یا ویران شدند و یا آسیب دیدند. پاکستان حفر خندق 480 کیلومتری را در امتداد مرز با افغانستان آغاز کرد. یک مقام نیروهای مرزی پاکستان میگوید که هدف از حفر این خندق جلوگیری از نفوذ حراس افغانان، رفت آمدهای غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر است. این خندق که به طول 480 کیلومتر در امتداد مرز میان پاکستان و افغانستان حفر می شود، رئیس نیروهای مرزی بلوچستان از این کار نظارت می کند. اما در این واکنش به این کار، رئیس جمهور کرزا یک هیئت تحقیقات یاب را برای بررسی حفریات اخیر در امتداد خط فرضی دیورند گماشته است. با این های وزارت های امور داخله، خارجه، دفاع ملی، سرحدات و اقوام و قبایل با تیم های فنی اعضای این هیئت هستند. ادامه خبرهاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
آمریکا بر ادامه حملات هوایی این کشور در برابر گروه دولت اسلامی در عراق تاکید می‌ورزد. باراک اوباما می‌گوید که واشنگتن آماده است تا در برابر جنگجویان دولت اسلامی در سوریه نیز دست به کار شود. از سوی دیگر جان کری امروز برای بحث درباره پیکار با گروه دولت اسلامی به مصر رسید. در این حال رئیس مجلس ایران عملیات نظامی آمریکا را در برابر گروه دولت اسلامی بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل یک فاجعه بزرگ می‌داند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از راهبردش در برابر جنگجویان دولت اسلامی دفاع می کند. باراک اوباما در سخنرانی هفتوارش به روز شنبه ادامه حمله های هوایی ایالات متحده آمریکا را در برابر جنگجویان دولت اسلامی یا داعش پیشین در عراق یک نیاز جدی می داند. وی می گوید که ایالات متحده آمریکا باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند. ما با پیکار حمله های هوایی در برابر این هراس افکنان به پیش می رویم و آماده هستیم تا در برابر گروه دولت اسلامی و یا داعش در سوریه نیز دست به کار شویم. نیروهای اضافی که به عراق فرستاده می شوند، نیروهای عراقی و کردی را در بخش آموزش، استخبارات و تجهیزات مورد نیاز کمک خواهند کرد. در همین حال رئیس مجلس ایران که بروز شنبه در مشهد سخن می گفت از راهبرد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای حمله بر گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد سخت انتقاد می کند. میگن ما یه ائتلاف درست کنیم، کاری به شورای امنیت هم نداریم، به سوریه هم حمله می کنیم، به عراق هم حمله کنیم، کاری به دولت هم نداریم. خیلی فاجعه است واقعا. فاجعه است این برای نظامات بین الملل. پس این سازمان ملل برای چی درستیه؟ این انتقاد در حال صورت میگیرد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با پیوستن ایران در ائتلاف جهانی برای پیکار با گروه دولت اسلامی مخالفت کرده است. جان کری گفته است که ایران در ائتلاف جهانی پیکار با گروه دولت اسلامی یا داعش پیشین جایگاه ندارد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. مجلس نمایندگان امروز وزیر فایده‌آمه را برای پاسخگویی درباره فرار یک شرکت جاده سازی با 100 میلیون دلار پول ساخت جاده کمربندی کشور و پروژه های توسعه ناتمام در کشور به این مجلس فراخواند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد سخت از این وزارت وزیر فایده‌آمه را به بی‌پروایی در این باره متهم می‌سازند. جوید جارجهی گزارش می‌دهد. فرار یک شرکت جاده سازی امریکایی ترکیه از کشور با 100 میلیون دلار پول ساخت جاده کمربندی کشور پای وزیر فواید عامه را برای پاسخگویی در این باره به مجلس نمایندگان کشاند. ما می گفتیم پروژه کار نمیشه، کارکند پروژه کار نمیکنن، همه پولا ایفومل میشه، ولی جناب وزیر صاحب برفا ما گوش نگیرید که امروز نتیجه به اینجی رسید. امروز ما خواستم از آقای اوجان و اقتداد وزیر صاحب ایست اینا چی مشکل دارن بیان به صراحت بگن. اگر خارجی ها خودشان در اینجا منفعت دارن، شما این بدنامی را به خاطر یک نام وزیر بودن چرا قبول میکنین؟ رئیس شورای ولایتی بادغیس نیز تاکید میورزد که اسناد در اختیار دارد که نشان می‌دهند رهبری وزارت فواید عامه زمینه فرار این شرکت را از کشور و بیرون ساختن پول تضمینی اش از بانک فراهم کرده است. رهبری وزارت فواید عامه در این قضیه فرار از اینا در قطع کار سرک حلقوی مقصر هستند، اینا مسئولیت دارند، اینا باید جوابدهی باشند. اما وزیر فواید عامه در پاسخ به این انتقادها چنین میگوید: دسیسه از این سرک و کسای دیگه در بخشای مختلف جهانی در سهیم هستند. اینا بالاخره زمینه را سر مت هنگ ساختن. امروز یگانه کسی که در محور توجه بانک آسیایی قرار دارم و رئیس مخالف از این قرارداد من هستم. در اوجه دفاع میکنم، در اینجا توهین میشم. هرچند گفته میشود که این شرکت پس از فرارش از افغانستان ادعا کرده است که به دلیل نبود امنیت از ادامه کارساخت این جاده سر باز زده است، اما مسئولان امنیتی بادغیس این ادعا را رد می کند. هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره. این که شرکت ترکی امریکایی بروی هر دلیل که بوده که کار ترک کرده و هیچ مشکلی در برابر امنیتی ما نداره. دو نیم سال پیش وزارت فواید عامه پروژه کارساخت آخرین بخش از جاده کمربندی کشور که قیصار ولایت فاریاب را از راه بادغیس به ولایت هرات وصل می کند
به بهای 478 میلیون دلار آمریکایی با یک شرکت ترکی آمریکایی به نام ام جی وی قرارداد کرد. اما این شرکت با آن که کمتر از 15% در این جاده کار کرده است بیش از 100 میلیون دلار را گرفته و فرار کرده است. پیش از این هم انتقادهای درباره ناتوان بودن این شرکت برای عملی شدن این پروژه بزرگ وجود داشتند و هر بار باشندگان ولایت بادغیس از کندی روند کار در این جاده انتقاد کردند. اما هر بار وزارت فواید عامه هشدارهای را به این شرکت داد و سرانجام این شرکت ترکی آمریکایی بیش از 100 میلیون دلار افغانستان را به جیب زد و از کشور فرار کرد و رویای ساخت بزرگترین بخش از جاده کمربندی کشور همچنان باقی ماند. اما جوید زیارجاهی، طلوع نیوز، ولسوالی مقر ولایت بادغیس. و اکنون این هم سمیر رسا با تازه های جهان ورزش. خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان میشود. با عرض سلام به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. بازی فوتبال فاصله ها را از میان مردم دور ساخته است. در 3 سال اخیر فوتبال رشد چشمگیری در کشور داشته است و اکنون پای خانواده ها را نیز برای تماشای فوتبال به ورزشگاه ها کشانیده است. شهروندان کشور فوتبال را نماد وحدت ملی در کشور می دانند و بازی فوتبال را در یک جا ساختن مردم و تحکیم وحدت ملی اثرگذار می دانند. بازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن هر روز پرهیجان‌تر و زیباتر می شوند و باشندگان پایتخت با دلبستگی این بازی ها را تماشا می کنند. شماری از شهروندان کشور میگویند که این بازی ها فاصله ها را از میان مردم برداشته است و مردم را یک جا ساخته است. فوتبال باعث یک مش شدن ملت افغان شد. افغانستان و افغانستان که در طی 30 سال یا بیشتر از او پارچه پارچه شده بود و به اقوام مختلف تقسیم شده بود، کوچه جنگی ها بود، خانه جنگی ها بود، برادرکشی بود، کلگیشه به یک مش ساخت. بازی فوتبال میان عقابان اوندوکش و شاهین آسمایی آنچنان پرشور و هیجان بود که شهروندان کشور به گونه گسترده به ورزشگاه فدراسیون فوتبال سرازیر شده بودند و حضور پررنگ مردم در این بازی به پیشینه بوده است. تکت هم گرفته بودیم، مگم بیستیام مردم بیاد زیاد بود، بیجه بار زیاد بود، نتانستیم که ما از نزدیک بریم فوتبال تماشا کنیم. ناگزیر شدیم که ما طریق موبایل خود از طریق موبایل خود گوشگک میشینیم و از طریق رادیو ما همی جریان مسابقات بس شکل دقیق و خوبترش ببینیم. علاقمندی شهروندان کشور به فوتبال هر روز بیشتر میشود. بیشتر مردم بازی های لیگ برتر افغانستان روشن را از تلویزیون ها تماشا میکنند. ما بسیار علاقمند فوتبال هستم. روزانه درایف ها میکنم از طریق رادیو، همیشه فوتبال ها گوش میکنم. شهروندان کشور میگویند که این بازی ها آنان را برای چند ساعت از جنجال های انتخاباتی و نابسامانی های سیاسی دور نگه می دارد. جام جهانی کرکت 2015 استرالیا امروز به افغانستان رسید. این جام برای 24 ساعت در کابل خواهد بود و پس از آن به پاکستان برده خواهد شد. جام جهانی کرکت 2015 استرالیا به تمامی کشورهای شرکت کننده در جام جهانی نمایش داده خواهد شد. در تاریخ ورزش افغانستان این نخستین بار است که جام جهانی کرکت به کابل می آید. پیش از این جام به انگلستان، آیرلند و امارات متحده عرب نیز رفته است. این کپی را که شما می بینین این از سال 2015 است که با کوشش ها و صدد اداره کرکت بورد و شورای بین المللی کرکت بورد افغانستان این بار به افغانستان آمده و این امروز مهمان افغانستان است که ما امیدوار هستم که در آینده این صاحب از افغانستان باشه بخیر. انشالله مون بده سکو چی و وقت که بده مون گتو رولو به نو ده ده رولل چی دی ده سوال خبر نوا ده یو زانت یو محنت و خواری و ده بورد او ده تیم او ده طول هوادوال دواغانه وی. جام جهانی 2015 استرالیا پس از عبور از تمامی کشورهای حاضر در جام جهانی 54 کرکت به استرالیا برده خواهد شد. در جام جهانی استرالیا 14 تیم حضور خواهند داشت و افغانستان با سریلانکا، بنگلادش، اسکاتلند، انگلستان، استرالیا و زیلاند نو دیدار خواهد کرد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. ولی شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.